نام خدا، سوال 110، فصل 7، صفحه 659. After delivery، بعد از زایمان، the postpartum nurse، پرستار بعد از زایمان، instructs the client، یه بیماری آموزش میده، the client with known cardiac disease، بیماری که بیماری قلبی داره، to call for the nurse when she needs to get out of bed or when she plans to care for her newborn infant. پرستار میگه که وقتی خواستی از تخت بیای بیرون یا وقتی خواستی از کودکت مراقبت کنی، از نوزادت مراقبت کنی، منو صدا کن. To call for the nurse، یا زنگ احضار پرستار رو بزن وقتی نیاز شد از تخت بیای بیرون. میگه علت منطقی این آموزش چی هست؟ Which rationale is the basis for these instructions? Help the mother assume the parenting role. کمک کنه مادر که نقش مادر بودن، نقش والد بودن رو فرض کنه. گزینه دو، minimize the potential of postpartum hemorrhage، کاهش بده خونریزی بعد از زایمان رو، خونریزی بالقوه رو. گزینه سه، provide an opportunity for the nurse to teach newborn infant care techniques، فراهم کنه یه فرصتی برای پرستار که آموزش بده تکنیک های مراقبت از نوزاد رو. و گزینه 4، avoid maternal or infant injury caused by the potential for syncope or overexertion. گزینه 4 میگه که دلیل این که میگه که وقتی خواستی از تخت بیای بیرون یا خواستی از کودکت مراقبت منو صدا کن، اینه که پرهیز کنه از آسیب به مادر و نوزاد به دلیل قش کردن، سینکوب احتمالی و خستگی بیش از حد. که جواب درست همین گزینه 4 هست، چون بیمار مادر بیماری قلبی داره، ممکنه وقتی که زیاد تلاش کنه یا بخواد از تخت بیاد بیرون خسته بشه و قش کنه، فشار خونش افت کنه و مشکلات بعد از اون و به خودش و بچهش آسیب برسه. و توضیحات خود کتاب، The immediate postpartum period is associated with increased risk for cardiac client. دوران بعد از زایمان، به صورت فوری بعد از زایمان، در ارتباط هست با افزایش ریسک برای مادرایی که بیمار قلبی هستند، مشکلات قلبی دارن. پس به عبارت دیگه، بیمارانی که مشکلات قلبی دارن اگر باردار باشن بعد از زایمان ریسکشون بیشتره. Hormonal changes، تغییرات هورمونی، and fluid shift from extravascular tissues to the circulatory system cause additional stress on cardiac functioning. چرا عملکرد قلب اینجا بیشتر میشه، فشار روی قلب بیشتر میشه؟ به خاطر اینکه تغییرات هورمونی میده و همچنین مایع از فضای بین سلولی، فضای بیرون از عروق، اکستراواسکولار تیشو، فضای بیرون از عروق شیفت پیدا میکنه به داخل عروق و همین باعث میشه پریلود، فشار روی قلب بیشتر بشه. Although option 1, 2, and 3 are appropriate nursing concerns during the postpartum period, اگرچه option 1 و 2 و 3 نگرانی های درست پرستاری هستند در دوران بعد از زایمان، the primary concern، نگرانی عمده ما چیه؟ For the client, cardiac client, is to maintain a safe environment because of the potential for cardiac compromise.
پس نگرانی عمده ما اینه که یک محیط امن ایجاد کنه، چون احتمال داره قلب کم بیاره، احتمال اینکه قلب مختل بشه، سیستم روغیش مختل بشه. Test taking strategy: focus on the subject safety for the postpartum mother with cardiac disease. Option 4 is the only option that relates directly to the subject of safety. Priority nursing tip: monitor the postpartum client with cardiac disease closely for signs and symptoms of cardiac stress and decompensation. میگه چک کنید بعد از زایمان بیمارانی که بیماری قلبی دارند به دقت علائم فشار قلبی، استرس قلبی و عدم جبران. decompensation یعنی وقتی قلب نتونه جبران کنه. These include cough, fatigue, dyspnea, chest pain and tachycardia. این شرایط که قلب نتونه جبران کنه و استرس بکشه چه علائمی داره؟ علائمی مثل کاف، سرفه کردن، خستگی، تنگی نفس، درد قفسه سینه و تاکیکاردی.